نحوه رسوب زدایی قهوه ساز فیلیپس مدل های کاپیچینو و کافی لاته سری جدید این محصول. تو این فایل ویدیویی نحوه رسوب زدایی دستگاه رو میخوایم خدمتتون آموزش بدیم. قبل از شروع برنامه رسوب زدایی محلول هایی که مناسب این دستگاه هست رو خدمتتون معرفی میکنیم که حالا با توجه به سلیقه خودتون میتونید یکیشو انتخاب بکنید. دقت کنید که از نظر کیفیت و کارایی این سه تا محصول هیچ تفاوتی با هم ندارن، اما خب بستگی به خودتون داره و نحوه مدیریت هزینه ها و مسائل دیگه‌اش که دونه دونه من خدمتتون توضیح میدم. نوع اول با برند بوش هستش که نیم لیتریه، برای 5 بار شما میتونید ازش استفاده بکنید. محلول دوم اونیورسال هستش، حجمش با 300 میله، اینم برای 5 بار قابل استفاده هستش. یه نوع دیگه هم هستش به صورت قرصه که تو بسته های 6 تایی شما میتونید اینا رو تهیه بکنید که تو هر کدومش 3 تا بسته دو تایی هستش که ساخت آلمان هست، میتونید به صورت قرص تهیه بکنید یا اینکه به صورت محلول. برای این دستگاه چیزی که حالا ما معمولا تو کارگاه استفاده میکنیم و برای مشتریان توصیه میکنیم از نظر هزینه و قیمت و این مسائل، برند اونیورسال از همه مناسب تر هستش و جواب خوبی هم به ما داده که برای شروع رسوب زدایی ما اینو آماده میکنیم. نحوه رسوب زدایی قهوه ساز تمام اتوماتیک فیلیپس. برای شروع رسوب زدایی همونطور که توضیح دادیم، اول محلول مورد نظر و مناسبه دستگاه رو تهیه میکنید. مخزن آب هم به اندازه تقریبا 2 بند انگوش از بالا ارتفاع فاصله داشته باشه پر آب میکنید. بعد حالا ما معمولا محلول یونیورسال رو توصیه میکنیم که سازگارتر هستش با دستگاه، 1/5 رو به آب اضافه میکنید. برای شروع فرایند دکمه منو رو فشار میدید. به این ترتیبی که من انجام میدم شما هم انجام بدید که اشتباه نشه. دکمه منو، تایید، 1, 2, 3, 4, 5, 6، یعنی گزینه ششم که نوشته استارت کال کنکلیل و یه علامت حالت رسوب داره. توی این قسمت دوباره دکمه تایید رو فشار میدید. برای شروع بیشتر بخش رسوب زدایی بویلر از سمت آبریزش انجام میشه. خب منتها خب این دستگاه چون قسمت آبریزش نیستش، ما به صورت دستی این کار رو انجام میدیم که دکمه تایید رو من فشار میدم، باز دوباره تایید، برنامه کلین شروع به کار میکنه. برنامه دیسکل معمولا 30 تا 45 دقیقه زمان میبره. ما برای راحتی کار همونطور که توضیح دادم 2 تا لیوان زیر دستگاه گذاشتیم که قبل از پر شدن لیوان رو خالی میکنید که محلول شیمیایی روی سطوح استیل نریزه. دقت داشته باشید که محلول های رسوب زدایی خاصیت شیمیایی دارن و ریختن روی اون روی سطوح استیل ممکنه لکی غیر قابل بازگشت به وجود بیاره، یا روی سینک سطوح هر سطوح فلزی که باشه نباید بریزه. دقت حتما دقت داشته باشید. بعد از اتمام برنامه کلین با یه همچین پیغامی روبرو میشید که باید مخزن آب رو پر آب بکنید تا برنامه آبکشی اجرا بشه. مخزن رو پر آب میکنیم برای ادامه برنامه و دکمه تایید رو فشاریم. این مرحله مرحله آبکشی هستش با آب تمیز که شما باید مخزن رو بشورید آب تمیز توش بریزید. بعد از اتمام برنامه کلین شما با تایید باید با این تایید روبرو بشید که یعنی فرایند رسوب زدایی به درستی انجام شده. دقت داشته باشید که این دستگاه شما هر 200 تا 300 تا دونه قهوه که ازش بگیرید با پیغام کالن کلین روبرو میشید و
توصیه میکنیم که قبل از اینکه این پیغامو ببینین خودتون هر 200 یا 300 قهوه طبق یه برنامه‌ریزی انجام بدین که دستگاهتون نیاز به تعمیر نداشته باشه.